بینندگان گرامی سیمای آزادی، سلام و درود بر شما. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در بحث و بررسی برنامه امروزمون میپردازیم به واکنش های هراس‌آلود رژیم از سفر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، به وین و دیدارش با مدیر کل و سایر مقام های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. البته از بیش از یک هفته قبل مشخص بودش که نیکی هیلی قراره که روز چهارشنبه 23 اوت یعنی امروز برای تشدید نظارت‌های آژانس بر رژیم و فعالیت‌های مشکوکش به این سفر بره و از همون موقع از مهرها و رسانه‌های رژیم علائم وحشت و ابراز نگرانی صادر شد و با نزدیک شدن سفر هیلی و در روزهای اخیر این واکنش‌ها رو می‌بینیم که بیشتر هم شده. گزارشی رو در این مورد از نظرتون می‌گذرونیم. خبرگزاری رویتر، اول شهریور. نیکی هیلی روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده به دنبال دانستن آن است که آیا آژانس اتمی ملل متحد در راستای راستی آزمایی پایبندی ایران به برجام قصد بازرسی از سایت‌های نظامی ایران را دارد یا خیر. جهت مطابقت با توافق اتمی سال 2015، هیلی گفت اگر شما رفتارهای گذشته ایرانی‌ها را بررسی کنید، متوجه می شوید که آنها در سایت های نظامی، در دانشگاه ها و اماکنی نظیر اینها فعالیت های مخفیانه داشتند. در آن اماکن از قبل مسائلی وجود داشتند. بنابراین آیا آژانس این موضوع را در بررسی هایشان می گنجانند تا مطمئن شوند که آن مسائل دیگر وجود ندارند؟ آژانس اکنون مجوز بررسی سایت های نظامی را دارد. مجوز بررسی هر سایت مشکوک را دارد. مسئله این است که آیا این کار را انجام می دهند؟ هیلی افزود او به وین سفر می کند که این سوال ها را بپرسد. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس، اول شهریور. نامه ظریف به آمانو درباره سفر برجامی نیکی هیلی. ظریف در نامه به آمانو درباره این سفر نوشته است حتی قبل از انجام این سفر نحوی برنامه ریزی و تبلیغات درباره آن و علامتی که مخابره می کند تبعات مخرب قابل توجهی برای اجرای موفقیت آمیز برجام دارد. نیکی هیلی در واکنش به نامه ظریف گفت برای من خیلی جالب است که ایران نگران سفر من به وین است. اگر حساب آنها پاک است نباید نگران سوالاتی باشند که از آژانس می‌پرسم. هیلی گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی در خصوص توافق هسته‌ای با ایران تصمیمی نگرفته است. کاری که ما انجام می‌دهیم تلاش برای یافتن بیشترین مقدار اطلاعات ممکن است. سایت حکومتی دولت بهار 31 مرداد. چند بازرس سابق آژانس مدعی شدند که برای پی بردن به برنامه تسلیحات هسته ایران دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پارچین و مراکز نظامی مجاور ضروری است. دیوید آلبرایت، بازرس سابق تسلیحاتی و رئیس کنونی مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، به همراه اولی هاینونن، معاون سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سه کارشناس دیگر در گزارش خود مدعی شدند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابزار و امکانات کافی برای تحقیق در خصوص موارد نقض احتمالی توافق هسته‌ای برجام توسط ایران برخوردار نیست. در بخش دیگری از ادعاهای این گزارش آمده است استراتژی ایران برای انکار اصلاح و تعدیل در این سایت امتناع از صدور مجوز دسترسی و ابهام‌زایی به طور موفقی مانع از آن شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عزم و تصمیمی واضح و صریح دست یابد. این کارشناس نظامی در ادامه گزارش خود از کشورهای عضو گروه 5+1 می‌خواهند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به انجام بازرسی بیشتر از سایت نظامی پارچین ملزم نماید و اینکه اقدامات در جهت بازرسی از سایت پارچین باید از طریق صدور مجوز دسترسی از سوی دولت ایران به افراد مهم و کلیدی و سایت‌های مجاور تسهیل شود. رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم 31 مرداد. صالحی گفت فردو را به نحوی در برجام تثبیت کردیم که اگر اراده کنیم تا 5 روز می توانیم غنی‌سازی 20% را آغاز کنیم. کسانی که با ارائه تصاویر فتوشاپی از چاله‌ای که با سیمان پر شده بود مدعی شدند در قلب راکتور عراق سیمان ریختند، عذرخواهی یا استغفار کنند زیرا افکار عمومی را نابجا مشوش کردند. این در حالی است که در برخی لوله‌های این راکتور به قطر چند سانت
به طول مثلا 2-3 متر سیمان ریخته شد، نه در راکتور، در لوله هایی که بیرون از راکتور است. فرض کنیم به ما دستور بدهند که برگردیم به راکتور سابق و همان طراحی سابق را جلو ببریم. سر و ته لوله های کنونی را برمی‌داریم و لوله های جدید می‌گذاریم. این چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد. همونطور که در این گزارش هم دیدیم، سفر امروز نیکی هیلی به وین با واکنش های هراس‌آلود رژیم مواجه شده که نمونش در نامه ظریف به آمانو آشکار هست. با توجه به که رژیم همواره بر رعایت برجام و نقض نکردن برجام تاکید کرده، سوال اینه که پس علت این نگرانی رژیم چی هست؟ در این مورد گفتگوی داریم با رضا هفت برادران. سلام میکنم به شما و متشکرم ازتون که در گفتگو شرکت کردید. منم سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیز برنامه. اول میخواستم ازتون بپرسم که مضمون نامه ظریف به آژانس در آستانه سفر نیکی هیلی چی بود؟ اساسش تو همین گزارش اومده بود که نوشته بود با آمانو این سفر نیکی هیلی برنامه ریزی شده برای تخریب برجام. ولی اگه مضمون واقعیشو بخواین، ابراز نگرانی بود. چرا در رابطه با این موضوع که میگین ابراز نگرانی، ما دیدیم که رژیم بارها گفته که آمریکا یک جانبه نمیتونه به اصطلاح برجام رو به هم بزنه، چرا که یک موضوعی مربوط به 5+1 و شورای امنیت و آمریکا تکی کاری نمیتونه بکنه. وقتی چنین فضایی هست، چرا رژیم باید نگران باشه؟ شما میگین ابراز نگرانی. ببینید، جواب این سوال برمیگرده به اینکه ببینیم نگرانی از چی. اگر نگرانی به اصطلاح از نقض خود برجام باشه، که خب معلوم آمریکا نمیتونه یک طرفه بیاد این قرارداد نقض کنه. اینو هم رژیم میدونه هم آمریکا. در نتیجه سوال شما درست، اصلا جای نگرانی نیست. ولی اگر به اون چیزی که در صحنه داره میگذره به روند قضایه توجه بکنید، میبینید که نگرانی رژیم از اون برنامه‌ای که آمریکا داره پیش میبره. این برنامه درسته که تهش به نقض برجام از طرف آمریکا ممکنه ختم بشه، ولی اساسش اینه که نقض برجام با هزینه از جیب رژیم، و رژیم به درستی از همینه که میترسه و ابراز وحشت میکنه، چون میدونه عواقب بسیار خطرناکی براش داره. خب این که میگین عواقب خطرناکی داره، ببین فرض بگیریم مثلا بگیم که اگر مثلا برجام لغو بشه تحریم ها دوباره میاد، یا با اومدن تحریم ها مثلا سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام نمیشه و ثمراتی که به اصطلاح برجام برای رژیم داشته از بین میره. ولی ما شاهد هستیم که طی این ماها عوامل رژیم از بالا تا پایین گفتن که برجام تقریبا دستاوردش هیچ بوده. بنابراین چرا باید نگران این دستاورد باشه وقتی واقعا هم هیچ بوده؟ ببینید، الان رژیم اساسا تو نقطه ای نیست که بخواد نگران دستاوردها یا نتایج برجام به قول شما باشه. اساسا موضوع نگرانی و مشکلش قبل از این حرف هست. اونم اینه که مبادا به قبل از برجام برگرده شرایط. یعنی همون چیزی که روحانی بارها در تبلیغات خودش اعلام کرده که آقا این برجام با ترم معجزه رو به کار برد. گفت معجزه برجام این بوده که سایه جنگ از سر نظام برداشته. از تو بند هفت سازمان ملل ما رو آورده بیرون. بعدم با افتخار میگفت این بند هفت همونیه که هر رژیمی وارد شد بردنش تو بند هفت دیگه سرنگون شد، ازش سالم در نیومد و نظام ما به برکت همین برجام تنها نظامیه که تونسته سالم بیاد بیرون. در نتیجه وضعیتش الان تو این نقطه است. خب ببینید، باز برمیگردیم به همین موضوع نگرانی رژیم بر سر اینکه به اصطلاح برجام موضوعی نیست فقط مربوط به آمریکا. شما هم الان اشاره کردید به نقش شورای امنیت. بنابراین وقتی که یک طرف آمریکا نمیتونه تصمیم بگیره، چرا باید نگران باشه؟ ببینید، اشاره کردم که نگرانیش بابت اینه که نقض برجام رو به گردن خود رژیم بندازن، اونو متهم کنن به نقض برجام، و این چیز بسیار خطرناکه براش، چون میدونه بلافاصله به بند هفت برمیگرده. بند هفت که برگرده نتیجهش چی میشه؟ ماشه اتوماتیک عمل میکنه. یعنی دیگه اصلا نیازی نیست در این نقطه که شورای امنیت تشکیل جلسه ببره، کسی پیشنهاد قطعنامه‌ای ببره، اتوماتیک تمام شرایط برمیگرده به قبل از برجام. یعنی تمام تحریم ها سر جاش میشه،
رژیم میره تو بند هفت، یعنی دیگه آمریکا اصلا بدون اجماع جهانی میتونه حتی بهش حمله بکنه. این دلیل نگرانیشه و این نقطه است که روحانی ببینه تمام به اصطلاح اون معجزه و دستاورداش داره بر باد میره. یک سوال دیگه هم داشتم، اونم اینه که هم خود رژیم، سردمداران رژیم عنوان میکنن که برجام رو به طور کامل دارن رعایت میکنن، هم به اصطلاح اروپا و هیئت‌های ناظر تا به حال که گفتن برجام رو رژیم رعایت کرده. بنابراین چطور میتونن رژیم رو به نقض برجام متهم کنن؟ ببینید، اونچه که در ظاهر امر داره میگذره، حرف رژیم درسته، همونجوری که شما میگید برجام رو نقض نکرده، دیگران هم تایید کردن که حتی خود آمریکا که رژیم برجام رو نقض نکرده، به تعهداتی که براش گذاشته شده عمل کرده. اما در روند به اصطلاح امضای قرارداد برجام یک نقطه سیاه هست و اون نقطه سیاه برمیگرده به زمان امضای قرارداد. یادتون باشه همین حوالی شهریور سال 94، دو سال پیش بود که رژیم در یک سازش مشخصی که خب دیگه مماشات اوباما بود و اینکه می‌خواست هر جوری شده سر ته این داستان امضای برجام با رژیم هم بیاره، در یک سازش مشخصی آژانس حاضر شد که اون پرونده پی ام دی، یعنی پرونده‌ای که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای رژیم با غنی‌سازی بالا، اون پرونده‌ای که در واقع 10 سال بود از سال 81، رژیم حاضر نمی‌شد پای این جواب بیاد که آقا این غنی‌سازی، این آثار غنی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای با درصد بالا رو که تو سایت نتنز بازرسی کشف کرده بودن از کجا آورده، چه جوری آورده. 10 سال به این جواب نمیداد. الان که پای جواب رسیده بود، در یک مماشات خیلی رو اومدن اینا در واقع باز زد و بند حل و فصلش کردن، کنار گذاشتن. نقطه خیلی کلیدی و برجسته این پرونده توی سایت پارچین بود. اونجایی بود که توی این زد و بند آژانس پذیرفتش که بازرسای به اصطلاح آژانس وارد سایت نشن و رژیم بره از اون نقطه‌ای که اینا میخوان اون نمونه‌های مورد نظر از تو سایت ورداره بیاره بده به آقایون که اینا برن آزمایش کنن و بعد دیگه همون تاییدی که خواستن انجام بشه. بله، این نقطه به اصطلاح مماشات بود و سازش بود که این لکه سیاه مونتی اون. الان از سفر نیکی هیلی به دنبال این داستانه که میخواد آژانس رو برانگیزه، فرا بخونه به اینکه بیان این نقطه رو تعیین تکلیف کنن. آقا این پرونده 10 ساله پی ام دی چی شد؟ این نقطه بخشی از اون پارچینه؟ بله بله، خود سایت پارچینه. درست. حالا این همون نقطه‌ایه که ظریف به محض اینکه از یه هفته 10 روز پیش شنید قرار نیکی هیلی برای چی بیاد وین، همونجا بود که به تکاپو افتاد و کل رژیم به تکاپو افتاد. درست. به خاطر همین هم ظریف اومد گفت که کل این سفر برنامه‌ریزی شده برای تخریب برجام. یا همین امروز یکی از این اعضای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع جمالی نوبندگانی، این اومد با داد و فریاد که آقا این پرونده پی ام تی تو برجام بسته شده، برای چی دوباره حرفشو میزنی؟ دیگه کسی اجازه بازرسی از سایت‌های نظامی ما رو نداره، در صورتی که سال 84 شاهد بودیم که به همین سایت رژیم اجازه بازرسی به بازرسای آژانس داده بود. علاوه بر این در مورد این سایت لازمه بگم که جایی که الان نیکی هیلی روش دست گذاشته در واقع نقطه‌ای که رژیم میرسونه سر یک دوراهی. اگر آژانس طبق خواسته نیکی هیلی پاس دنبال بکنه این نقطه رو و از رژیم بخواد که اجازه بازرسی بده، رژیم سر یک دوراهی قرار میگیره. اگر اجازه نده، چون یکی از وظایفش طبق برجام شفاف سازیه، اگه اجازه نده پس نقض برجام کرده، یعنی باید هزینه این نقض رو بپردازه که خودش میدونه برگشت به همون بند هفت و ماش اوتوماتیک اونا چیزایی که گفتم. اگر رژیم بیاد بپذیره که ترس همش از همینه که بازرسان پاشونو بذارن توی سایت پارچین، اون چیزی که توی بند و بست و مماشات با آژانس تو سال 94 تونسته بود لا پیشانو بکنه، اگه پای اینا برسه اونجا ممکنه که برملا بشه، یعنی پنهانکاریاش رو بشه، دوباره میشه نقض برجام، دوباره اینجا باید قیمتشو بده.
خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید. یک تاریخچه کوتاهی من از این مذاکرات عرض بکنم، مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردن، واسطه ای قرار دادن، یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد. این دفعه هم امتحان مذاکرات اینجوری شروع شد. بنده هیئت مذاکره کننده را هم امین میدانم، هم غیور میدانم، هم شجاع میدانم، هم متدین میدانم. این همه بدونه. نکته اول تشکر از دستندرکاران این مذاکرات طولانی و نفسگیر است که این مذاکرات رو توانستن آقایون ختم کنن، چون بالاخره کش دادن مذاکرات خودش یه مسئله بود. این تونستن سرش رو ببندن. این خیلی خودش کار مهمی است. یا شما یک تحریم رو شروع کنید، یا بعد از آنی که شروع کردی زمانش تمام شد بگید حالا دوباره شروع میکنید. خب این دوباره شروع کردن اینم تحریمه دیگه. این چه فرقی میکنه؟ اینا رو ببینید، اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم. ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم. ایشون نامه های مکتوبش هست، نامه هایی که به من خطاب کرده و دستوری که من دادم رو نامه های ایشون. هیچ نامه ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین اون چه ایشون گفته باید اجرا بشه. اون نکاتی که ایشون در اون نامه فرموده بود به حول و قوه الهی اجرا کردیم و عمل کردیم. حول محور ولایت هم یعنی با رهنمودهای آقا گزینشی رفتار نکنیم. آقا حمایت از برجام داشت، حمایت از مسئولینم داشت، هشدارم داشت. اما الان درست نیست که ما بیایم قصه رو به گردن ایشون بندازیم. دو روز دیگه جوانایی که میان، بچه‌هایی که به دنیا میان یا نسل بعدی که خواهد آمد بگن آقا این بلایی که سر ما آمد که رفتیم نشستیم با امریکا دو سال مذاکره کردیم، همه امکانات هستیمون رو دادیم، تو آب سنگینمون بتون ریختیم، آخرش بی نتیجه شد چون رهبری کارو کرد.